یکیش همینه که الان میخواین گوش کنین، یه دقیقه است که روی یه دقیقه صحبت یارو رو گوش میکنیم، خبر میگه، یه دقیقه بعدشو تصویرهایی است که نشون داده میشه از هتل و کاخ بسیار بزرگ که در 220 متر ساخته بود، برای همینا این نشون میده این فیلم که آقای شهرتی دارن الان نشون میدن سفرشو میدن اونجا، خونه اقامت بهش میدن، تورا میدن، 5 میلیون تومان به هر فردی پول نقد میدن. گوش کن همین، گوش کنی، خواهش میکنم. بله، تسهیلات قرض الحسنه برای زائران اربعین حسینی بدون نیاز به وثیقه و مراجعه به بانک. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت تسهیلاتی تا سقف 5 میلیون تومان برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی پیش بینی شده است. به گفته آقای خاندوزی، این وام 4% با اقساط 1 ساله به همه زائران سرپرست خانواری که یارانه دریافت می کنند تعلق می گیرد. درخواست در سامانه حج و زیارت و عبور زمینی از مرز برای دریافت این وام کافی است. نیاز به حضور به هیچ کدام از شعب بانک‌های کشور وجود نداره جناب حیدری. کافی است که در سامانه سما، همون سامانه ثبت نام حج و زیارت که زوار عزیز مراجعه می‌کنند، اونجا تایید بکنن که میخوان از تسهیلات قرض الحسنه هم استفاده بکنن به صورت خودکار. بعد از اینکه از مرز خارج شدن، حالا با فاصله 2 روز یا 3 روز، با فاصله خیلی کوتاهی، این تسهیلات به حساب سرپرستان خانواده واریز خواهد شد. این صحنه که آقای شرفشاهی میبینید، این همون جایی که من بارها در مورد صحبت کردم، در نجف ساخته شده روی 220,000 متر مربع، یه کاخیه که هیچ جای دنیا شما مثل این ندارید. در نجف ساختن وصل به قبر علی و اسمش هم گذاشتن صحن فاطمه. این 220,000 متر مربعی که اینجا اینها این رو ساختن که میلیاردها دلار از پول ما رو، هزینه 10 سال اقتصاد ایران رو اینجا خرج کردن، این همین هتل و خوابگاه و محل پذیرایی این چند صد هزار نفری است که از سر تا سر دنیا اینها در عاشورا و تاسوعا و الان اربعین جمع میکنن. ببینید چقدر بزرگه. اصلا آقای شرفشاهی، غیر قابل تصور، شما در لاس وگاس کازینوهای بزرگی دارید که بزرگترینش آریاس که با پول ایران ساخته شده، حالا اون خرج دیلا شده بگذاریم، یا کازینوهای دیگه های شرفشاهی، یک پنجاهم این صحن فاطمه نیستن که با پولای ما ساخته شده در تأیید فرمایشات شما که گفتید برای یک تازی که جد علی خامنه‌ای هستن اینا، برای نیاکان خودشون که تو دعوای خانوادگی کشته شدن، اینجور از ما هزینه میگیرن. و من همونطور که شما فرمودید، منم تأکید میکنم، ای مردم سرشور، به گفته پادشاهی ایران، ای اکثریت خاموش، ذلت تا کی بدبختا، بیچارگی تا کی؟ یهودی ها تا به امروز نازی ها رو نبخشیدن و نفراموش کردن در سر تا سر دنیا.